یه چیزی که برای من سواله و میخوام در مورد صحبت بکنم اینه که رفتار و شخصیت خواننده، خواننده است دیگه، یه آرتیسته ولی یکی از مردمه، توی جامعه مخاطباش چه تأثیری داره و اصلا تأثیری داره یا نه. یعنی مثلا شما از اون کسی که دنبال میکنید یه رفتار متناقض با عقاید خودتون، باورهای خودتون ببینید، یعنی دیدتون نسبت بهش تغییر نمی کنه، یعنی همون آدم سابق میمونه براتون یا نه. این اتفاق من فکر میکنم بیشتر از همه، بیشتر از هر آرتیستی برای تتلو افتاده. یعنی مثلا ما آرتیست های زیادی رو داشتیم که در طول گذر زمان به خاطر اون رفتاری که انجام دادن یه دوره بایکوت شدن یا کلن محو شدن، فید شدن، یا یه دوره مثلا کوتاه زمانی بوده یا نه اصلا ازش گذشتن و مخاطباشون رفتاری که مثلا باشون داشتن تغییر نکرده، حالا یا به خاطر تعصبه یا به خاطر هنرشون. قبلن یعنی یکی دو سال پیش یه حرفی پیش اومد که ما فلانی رو به خاطر هنرش دنبال میکنیم نه شخصیتش، ولی به نظرم این دوتا جدای از هم نیستن. یعنی مثلا نمیتونه یه نفر یه سری رفتارها، یه سری عقاید، یه سری باور داشته باشه، یه سری عادتها داشته باشه و توی موزیک 180 درجه مخالف اونو نشون بده. میدونی بالاخره از یه جایی اون شخصیت میزنه بیرون و تأثیر ناخودآگاهی روی تو میذاره. مثلا من خودم یک سری از خواننده ها رو واقعا خیلی دوست دارم، نه صرفا به خاطر هنرشون، به خاطر شخصیتشون و تأثیری که آهنگاشون، آثارشون روی من گذاشته. حالا میخواد انگیزشی باشه، میخواد آرامش بخش باشه، میخواد چه میدونم هر چی باشه، توی برهه زمانی یه کمکی به من کرده که شاید نمیدونم 100 تا تراپیست نمی‌کرده و شخصیتشون هم دقیقاً موازی اون آهنگاشون داره پیش میره. حالا نام نمیبرم، بذار نام برم. شایی به نظر من یکی از این آدم خفنایی که همیشه شخصیتش با آهنگاش تطابق داشته، یا مثلا چه میدونم سیروان خسروی، یا خیلی ها هستن، محسن چاوشی و و و و. اما مثلا یکی مثل علیرضا افتخاری رو احتمالا یادتونه دیگه، بعد از اتفاقی که افتاد، علیرضا افتخاری یه زمانی خیلی شناخته شده بود و خیلی دوست داشتنی و محبوب بود، بعد از یه دیدارش با فکر میکنم احمدی نژاد بود کلن منفور شد. منفور که میگم یعنی بعد از اون دیگه هیچ کنسرتی نتونست بذاره، چون اصلا تهیه کننده ای رو سرمایه گذاری نمی کرد، هیچ آلبومی نتونست بده چون هیچ تهیه کننده ای رو سرمایه گذاری نمی کرد، هیچ جایی نمی تونست بره و محبوبیتی نداشت جز ارگانهای دولتی، صدا سیما، به جز اینا دیگه محبوبیتی نداشت. یا مثلا مقایسه کنید سالار عقیدی هم همینه، سالار عقیدی نسبت به 4-5 سال پیش محبوبیتش رو نگاه کنید که چقدر خدشه‌دار شده. حالا اون زیاد مثلا پارادوکس شخصیتی نداره، صرفا به خاطر پول پرست بودنشه که داریم میبینیم در کنار همه آهنگای خوب و ماندگاری که برای تیتراژهای سریال هم خونده، اما خب یه خواننده حکومتی محسوب میشه. برعکسش علیرضا قربانی به خاطر شخصیت بزرگی که داره محبوبتر شده روز به روز، در این حد که یه تور کنسرت میذاره، چه میدونم یک ماه یه سالن کنسرت رو قرق میکنه هر شبش رو، و قبل از اینکه اصلا به روز بکشه بلیتش همش تموم میشه. اما حالا میخوام بیایم در مورد تتلو صحبت بکنیم که اصلا برگشت ایران. حقیقتا من خودم جوری شده که آهنگای قدیمی تتلو رو هم فکر میکنم نزدیک یک سال بیشتره که گوش نمیدم. چرا؟ چون که اول اینکه به خاطر اتفاقات مهسا، نه قبلش هم خیلی داستانا پیش اومد و حالا قبلا توضیح دادم،
چه به خاطر توهین هایی که میکرد، چه به خاطر خط فکری که داشت رواج میداد توی جامعه، توی جامعه مخاطباش مخصوصا که اکثرا کم سن و سال بودن، و این خیلی تاثیر داره. الان چند وقت پیش تتدو تعداد آهنگاش روی یوتیوبش تقریبا، آهنگاش یعنی منظورم ویدیوهاشه، تقریبا نزدیک 960 تا بود، حالا میذارم دقیقشو، که یهو نصف بیشترش پاک میشه و میمونه تنها کارهایی که مثلا توی ایران ساخته. خلاش فکر میکنم 156 تا از ویدیوهاش مونده روی کانال یوتیوبش. یا دوباره مثلا چند وقت پیش همین سر فوت رئیسی یه دونه آهنگ گذاشت، یعنی آهنگ امام رضاشو گذاشت و نوشت به یاد دوست قدیمی. یعنی ما دوستی با پویان مختاری رو باور بکنیم یا اینو، نمیدونم. یا مثلا میگن توی زندان حکمش هم اومده، حکمش هم بهش میپردازیم، میگن توی زندان ختم قرآن برداشته تتلو. نمایشی. یا میخواد یه آهنگ برای حضرت علی بخونه. این حزب باد بودنه. خب حالا تتلو مثال ها دارم، خیلی یاد دارم میگم، واقعا اذیت نمی کنه مثلا طرفداراشو، یا اصلا هر کسی که، من خودم دارم میگم نمیتونم آهنگای قدیمیشم حتی هم بشنوم، یعنی من خیلی دوست دارم آلبوم تتلویتی رو دوباره بشنوم، ولی واقعا بیشتر از 30 ثانیه نمیتونم تحمل کنم، چون همه اون حرفا، رفتارا، اون لایوایی که میذاش یادم میاد، یعنی و عجیبه. یعنی نمیدونم فقط من اینجوریم یا خیلی دیگه هم اینجوری ممکنه باشن. به خاطر همینه که من الان از خیلی ها دیگه ویدیو نمیسازم، یعنی در مورد آهنگاشون. الان نه میگین چرا در مورد چی ساختی، نه الان بحثم تتلو نیست، صرفا اونم چون نزدیکترینشون اونه، در مورد اونم صحبت میکنیم. ولی تأثیری که امثال تتلو خب دارن روی جامعه مخاطباشون میذارن خیلی زیاده. اون فوش دادن ها، عادی کردن فوش، عادی کردن یه سری روابط نامشروع، یعنی هر جور حساب بکنیم ما یه فرهنگی داریم که شاید امثال این آقا اون فرهنگه رو قشنگ دارن به فنا میدن. درسته مثلا غرب زدگی هستش، خیلی چیزا هستش، اما یه سری چیزا هست، یه سری عوامل هستش که اینو سرعت میبخشه. یعنی به جای اینکه یه نفر بیاد یه کار فرهنگی بکنه، اسمش هنرمنده دیگه، بیاد یه کار فرهنگی بکنه در راستای پررنگ شدن فرهنگ خودش، میاد یه فرهنگ دیگر رو پررنگ میکنه که شاید توی اون کشور مبدأ هم اون فرهنگ مثلا محبوبی نیست. میدونی چی میگم دیگه. 20 سال برای تتلو حبس بریدن، یعنی حکمش اومده، که بذارین دقیقش رو بگم، به خاطر تشویق مردم به فساد و فحشا 10 سال حبس تعزیری، از بابت دعوت مردم به قمار 2 سال حبس، 2 سال حبس تعزیری، و از بابت فعالیت تبلیغی مغایر و مخل شرع مقدس اسلام به تعامل 5 سال حبس تعزیری محکوم شده. همچنین تتلو داره یک پرونده به اتهام چی؟ نمیدونم، توهین به مقدسات در دادگاه کیفری استان تهران داره که از بابت اون هم 3 سال محکوم به حبس شده. حالا اینا همشون حبس تعزیریه، یعنی یه دوره حبس کوتاه داره بعدش میتونه بخره فکر میکنم، و بعدش حالا باید ببینیم که بعد از اینکه آزاد میشه چه رفتاری نشون میده، چون قبلتر هم تتلو زندان رفته و آزاد شده و دوباره یه سری رفتار انجام داده و اصلا مهاجرت کرده، ولی این هنوز چیزش در نیومده که چرا توی ترکیه یهو تتلو برگشت ایران. به نظر من اتفاقی که توی ترکیه قرار بود بیفته براش به مراتب بدتر بود از این تحمل حبسی که توی ایران داره. الان نزدیک فکر می‌کنم
5 ماه چند ماه قبل از عید اومد توی زندانه و اینکه اینو ترجیح داد صرفا از روی وطن دوستی نبود. خلاصه‌اشو بگم، من مثلا زدبازیدم نمیتونم گوش بدم واقعا به جز مهرات هیدن، با اینکه شاید آهنگای قشنگی هم بخونن، یا مثلا خلصه رو اصلا نمیتونم گوش بدم با اینکه اکثر موزیکاش خیلی هیت میشه، وایرال میشه، شنیده میشه. این یعنی خب هنر اون شخصیه، ایرادی نداره، هنرشه و واقعا هنرمنده که میتونه چیزای جذابی بسازه که شنیده بشن، حالا توی سبک کاری خودش با عقاید خودش. ولی بابت اون رفتارایی که داشته، بابت اون ویدئوهایی که من ازش دیدم، من مثلا قبلا اصلا یکی از تفریحاتم این بود که بشینم ویدئوهای خلصه رو ببینم توی یوتیوبش. نمیدونم، فقط من اینجوریام که اینقدر واکنش حساسانه ای نشون میدم روی این موضوعات، یا بقیه هم اینجوری هستن؟ شما توی کامنت ها بگین که آیا فقط منم یا شما هم همچین حسی، یه حسه نمیدونم اسمشو چی بذارم، اما راحت نیستم، نمیتونم مثل قبل به اون آدم نگاه بکنم، چون مخصوصا بچه های زیرزمینی اینجوری هن که تو به عنوان مثلا یه شنونده از یه آرتیست حمایت نمی کنی. اینجوریه که مثلا تو داری موزیک رفیقتو گوش میدی، اینقدر مثلا جوش صمیمیه، جوش خودمونیه. بعد وقتی تو از رفیقت یه چیزی ببینی، آیا عصبانی نمیشی ازش تا وقتی که نخواد جبران کنه؟ من اینجوریم، شاید حتی به اشتباه. خیلی چکرین نظرتون توی کامنت ها بنویسین. این ویدیو خیلی دلی بود، اصلا هیچ فکری راجبش نکردم، صرفا خواستم اون حسی که دارم و بیام در کنارش حالا این خبر تتدورم بدم. قربان شما، خدافظ.